سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم. برای فال روزانمون با هم میپردازیم به انرژی جمعه 14 مهر. دوستان مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تمام شما عزیزان یاران دوستان کانال هستم. دوستان لایک کنین، ازتون خواهش میکنم. بریم ببینیم چه خبر است در انرژی ها و از انرژی که با شما همراهی میکنه برای امروز، برای این روز، نه که امروز، برای این روز چه انرژی هست. خب آرامش اومد بیاد بیرون، ولی خب من هنوز کارتا رو مخلوط نکردم، کارتا رو میذارم سر جار و اینکه بریم ببینیم چی بهتون میگم. حرف از ناامنی میزنه، یک احساس ناامنی کردن اینجا دارم میبینم. یک سریاتون دوستان احساس میکنم، فکر میکنین سرتون کلا رفته یا مسخره شدین به خاطر محبتتون، یا اینکه به هر حال یک حالا حس ناامنی، حتما حس ناامنی نیست، یعنی حس خوبی نیستش. من اعتمادی ندارم آنچنان با اینکه سر من مثلا ممکنه که مسخره شده باشم، یا اینکه شرایطی هستش که در اون شرایط شما 100% یقین ندارین، میترسین از اینکه کلا سرتون بره، حالا در هر دامنه ای ممکن هست باشه. خب ببینیم که کارتای بعدی بهتون چی میگن. امیدوارم در هر کجا که هستین حال شما خوب باشه و در صحت و سلامت باشین دوستان. خیلی خوب، بریم کارتای بعدی. خیلی دیگه کارت افتاد، یک دونه کارت درست کنم برگشت. بله من احساس میکنم دوستان عزیز شما حس ششم بسیار قوی دارین، اینجا داره حرف میزنه، خیلی توی خودتون هستین، دارین فکر میکنین. من احساس میکنم که اینجا سعی میکنین مسائل احساسی باهاش برخورد نکنین و سعی کنین واقعیت رو ببینین. سختگیر هستین یه مقداری، اوکی؟ و کاملا حق بهتون میدم، یه وقتایی آدم بهترین هستش که سختگیر باشه تا اینکه بخواد آب توی شرابش به قول فرانسوی یا بریزه، یه مقدار رقیقش کنه و اینکه نتیجه هم که آیتتون بشه اون نتیجه درست حسابی نباشه. پس بهترینه که ما یه حد و لیمیتایی داریم، سختگیری هایی رو داریم توی زندگیمون و به این سختگیری ها پایبند هستیم. یه سری ها مثلا در ارتباط با مسائل احساسی، آره این دو طرف اومده، این داره اون داره، خیلی چیزا میخوره به، ولی خب یه چیزایی هم هستش که مثلا خوشم نمیاد. شما میای خودتون رو قانع میکنین، حالا این ممکنه در مورد مسائل احساسی دارم بهتون میگم، ممکنه در هر مسئله دیگه ای باشه، بعد خودتون رو قانع میکنین با یک شرایطی، وقتی که وارد یک رابطه یا وارد اون شرایط میشین میبینین نه، اون زیر میرا تازه موریانه هم زد و یه چیزای دیگه بدتر و داغونتر هست که نه تنها اون معیارهای شما رو نداره، خودتون رو قانع کردین، بلکه چیزهای بدتری هم وجود داره. پس سعی کنین که حداقل مسائل رو خوب با دید باز تجربه دارین، با دید باز نگاه کنین. اینجا داره حرف از این میزنه که اگر که منتظر مسئله هستین دوستان، مسائل در راه هستن، نتیجهش هنوز آشکار نیست ولی مشخص خواهد شد. خب ببینیم که کارتای دیگر رو با هم دیگه، من از کارتای ماه‌شناسی استفاده میکنم. بسیار زیبا، یکی از بهترین کارت این دسته کارت افتاده، میگه احساسات به صورت فلش در حال بالا رفتن هست، یعنی مسائل مثبت برای شما در راه هست. این سوپر ماه افتاده، خب سوپر مون افتاده، ببینید مسائل دارن رشد میکنن، بزرگ میشن و به صورت زیبا و خوب. هر شرایطی که در اونم شاید الان همه چیز برای شما مشخص نیست، میگه در راه هست و اینکه همه چیز داره به صورت خوب و
عالی داره پیشرفت میکنه برای شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین و من خیلی خوشحال هستم. من کارتای خوبو که میبینم خیلی حالم خوب میشه. خب ببینیم کارتای بعد رو با هم دیگه. اپ اپ اپ. بله، من احساس میکنم اگر در مورد مسائل مادی هستش که بسیار عالی و خوب هست برای شما، هرچی داره اتفاق میافته در مورد هر مسئله هست که برای شما مهم هست، توانایی شما را میبینم، فراوانی میبینم برای یه سری از نظر مادی، واقعا کاری بسیار عالی میبینم دوستان. در مورد تحصیلی به همین صورت دارم میبینم هر چیزی که مد نظرتون هست، نتیجه‌ای که مد نظرتون هست داره عایدتون میشه، برای که هیچ چیز رو رها نکردین. یک سری ها ممکنه واقعا نگران بودین، نگرانی های شما بذارینش کنار به خاطر که مسائل درست حسابی برای شما در راه هستن. ببینیم کارت بعدی بهتون چی میگه. بله، باز به آرامش رسیدن و به تعادل رسیدن اینجا میبینم. اینجا برج تیر افتاده و برج آذر، یعنی که هم از نظر احساسی و هم از نظر احساسی احساساتتون حالش خوب میشه دوستان، و اینکه کارهایی رو که انجام دادین به نظر من که با انگیزه بوده شما رو به سمت خوشحالی میفرسته. شاید احساس میکردین که در این شرایط دست پاتون بسته هستش و منتظر باید باشین. دارم میبینم که اینجا مسائل دارن همه چیز درست میشه و به صورت بسیار خوبی حرکت میکنن. بسیار عالی. ببخشید زلزله به وجود آوردم توی کارت ها. ببینیم که کارت های دیگه در ارتباط با ابعاد مختلف زندگی شما چی میگه. میریم دند سنگین، میریم از تاروت استفاده میکنیم دوستان. بریم تاروت به شما چه چیزی رو میگه. خب حالا این ببینیم شما خودتون در چه انرژی هایی هستین، چه انرژی هایی باهاتون همراهی میکنن، چه خبر هست. خب دو تا کارت اینجا افتاد. هماهنگی دوستان، هماهنگی و همکاری و بهبودی شرایط رو اینجا دارم میبینم. دوستان عزیز توجه کنین، برای اونایی که منتظر قراردادین، امضای چیزی هستین، ببینید که مسائل داره درست میشه. دوستان دیگه ای که مسائل احساسی دارتون مهم هست، دارم میبینم که اینجا مسائل احساسی دارن به یک هماهنگی میرسن. ممکنه یه سریاتون در ارتباط توی دامنه کاریتون با شخصی آشنا بشین مثلا. به این صورت به هر حال هماهنگی در آنچه که شما مد نظرتون هست و یک ساخت و ساز درست حسابی رو من اینجا دارم میبینم. دارم میبینم که اینجا رشد کردین دوستان و بیگدار به آب نمیزنین و بسیار عالی و خوب. در مورد مسائل احساسی دارم میبینم اینجا یه مقدار انتظار میبینم، انتظاری که شما رو متزلزل کرده. شاید شرایط احساسی شما خیلی وقت هست در همون حالت هستش باقی مونده و این مسئله شما رو یه مقدار متزلزل کرده. یک سری دیگه دوستان عزیز دارم میبینم که مسائل احساسی آنچنان جایی در زندگی شما ندارن، چرا که کارهای شما جاهای دیگه زیادتر هستش و سرتون شلوغ هستش. در ارتباط با مسائل کاری باز هم این کار داره تکرار میشه و حرف از ممکن است کارآموزی، مطالعه میزنه و دارم میبینم یک مقدار فکر میکنین که دست و پاتون بسته است. من احساس میکنم که واسه اینکه خودتون رو از یک حالتهای بستگی در دامنه کاری، آزادی عملی اگر نداشته باشین، دارین مطالعه میکنین، دارین فکر میکنین. خب برای سری ممکن استش که شخصی، خانمی سر کار شما دوستان باعث شده باشه که شما یک مقدار نتونین آنچنان آزادی عملی رو داشته باشید. در ارتباط با مسائل مالی بریم ببینیم در ارتباط با مسائل مالی چی بهتون میگه. عالی، بسیار خوب. مسائل مالی بسیار خوب. دارم میبینم فراوانی بر آنچه که باعث ناراحتی شما شده باشه. برای یک سری ها ممکنه هستش که مسائل ملکی باشه دوستان، مسائل ارثی باشه. چرخ اقبال براتون افتاده پشت کارت ها. حرف از پول، ثروت، مسائل بسیار خوب داره میزنه براتون. این در حالی که دارم میبینم یک سری ها حالتون به خاطر این مسئله آنچنان خوب نبوده. در مورد مسائل اجتماعی پیشرفت دارم براتون میبینم، استقلال براتون میبینم و کارت بعدی دارم میبینم که
بله، پیشرفت و استقلال براتون میرم. حرکت میکنین دوستان. شاید تا حالا خیلی در یک سکوت بودین، در ارتباط با دیگران خودتون رو نشون نمیدادین. الان دارم میبینم که حرکت میکنین، حرکت میکنین، و اینکه حتی ممکن است جا به جایی برای یک سریا باشه، از اون مکانی که هستین، از اون دوروبریایی که هستین دوستان. خب پس حرکت میبینم توی زندگی اجتماعیتون و پیشرفت برای شما دوستان. ممکنم در ارتباط با کارهایی که میکنین به کسی چیز نگین، به خاطر اینکه نمیخواین که انرژی دیگران وارد زندگیتون بشه، و این خوب هستش. پنهون میکنم به قول اینجا، یا وقتی که موفق شدین نرین روی پشتمون جار بزن. بریم چالش شما چه چیزی هست. چالش شما دوستان این هستش که جرأت داشته باشین کاری انجام بدین دیگه، تفکر و نمیدونم فلان و فلان بس هستش. به اندازه کافی روی خودتون کار کردین و اینکه حرکتی باید انجام بدین. خب کارت هم میخوان دست دست بیافتن، ما هم آرام و رامشون میکنیم. بریم ببینیم که چه چیزی در این چالش شما کمک میکنه. اومد برگرده، من خودم برگردونمش. این یکی که افتاد برمیدارم. ممکن هستش که خانمی در کنار شما کمکتون کنه دوستان، احتمالش زیاد هستش. و دوم این که ممکن هستش که این حالتی که مسائل رو ببینین از دید احساسی هم نگاه میکنم، نه اینکه احساساتم رو، یعنی با یک حالت با یه بلوغی باشون برخورد میکنم. اوکی؟ نمیذارم که بیش از این بهم آسیب برسه. کارهایی رو انجام میدم در راستای زندگیم که کمکم میکنه. بریم به چه سمتی شما حرکت میکنه. حرکت شما به چه سمتی هست؟ دوتا کارت اینجا افتاد. یک راه جدید پر از انگیزه، روی خودتون کار کردین، یک راه جدیدی دارین، پر از انگیزه هستین، یک مسئله داره اتفاق میفته تو زندگیتون که حالتون رو داره خوب میکنه انسان، و شما رو به سمت یک دوره جدیدی که در اون شاید مسئله پر از انگیزه زیاد باشن. خب عزیزان، این از این. بریم ببینیم که در ارتباط با مسائل احساسی برای شما کارت ها چه چیزی رو میگن. من از کارت سپارک آف لاو استفاده میکنم در ارتباط با مسائل احساسی. یه مقدار گم و گیجین توی مسائل احساسی. اوکی؟ نمیدونین چه کار کنین، بس سر خودتون دارین جاهای دیگه کار میکنین. من فکر میکنم که مسائل احساسی توی شما دوستان یک دوره جدید هست، فاز جدیدی هستش، ولی خب در اون نمیدونم چه راهی رو برم هنوز. ببینین پس بنابراین سر خودم رو جای دیگه شروع میکنم، و واقعا همینجور هستش. بهترین کار اینه که خودتون رو مشغول کنین، خودتون رو مشغول کنین. مسائل احساسی برای اکثریت ما اون پاشنه آشیل ما هستن و چشم اسفندیار دوستان، و سعی کنین جاهای دیگه سر خودتون رو شروع کنین که اینقدر خلوتی باعث نشه که بخواین خودتون رو برحال به خودتون آسیب روحی و روانی برسونین. خب ببینیم با هم دیگه در ارتباط با قطب مؤنث و نه جنس مؤنث عزیزان دل چه خبر هست. شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین این ویدیو رو، احساسی، معنوی، درست حسابی هستین، بریم ببینیم که چه خبر است در انرژی های شما. میگه که من عصبانی هستم و اینکه نمیتونم خودم رو آروم کنم. کارت بعدی میگه که من احساس میکنم که به تو وصل هستم و هر لحظه تو رو حس میکنم. کارت بعدی میگه که من احتیاج دارم که همه چیز رو در هر شرایطی منطقی ببینم و اینکه از حس ششم هم استفاده میکنم. به دوستان من احساس میکنم که قطبهای مؤنث عزیزی هستین که خشمگین هستین از آنچه که بر شما گذشت. حالا من نمیدونم چه چیزی بر شما گذشته، هر کسی متفاوت هست، و اینکه آدمایی هستین که پر از انگیزه هستین و منطقی دارین مسائل نگاه میکنین، چون نمیخوام از پشت بیافتم. به اندازه کافی ناراحت شدم، نگرانی داشتم، انگیزه دارم. ممکنه یه سریاتون یک نفر خاصی هم تو ذهنتون باشه بهش فکر کنین، ولی اونقدر نیستش که بخواین خودتون رو بیمار کنین. پس چیکار میکنین؟ سعی میکنین مسائل منطقی نگاه کنین بهش. خب ببینیم که قطب مذکر و نه جنس مذکر منظور آقایون نیست، منظور افرادی که
یا شخص مورد نظر شما هستش که با شما درست برخورد نمیکنه، یا اینکه به هر حال افرادی که وجهه اجتماعی و نمیدونم ارزش‌های پایین دنیوی ارزش‌هاشون هستن. به قول یکی از دوستان کانال میگفت قطب منفی. من میگه که به رابطه‌مون فکر میکنم، به ملاقاتمون فکر میکنم و به تو فکر میکنم. نوستالژی داره. خب نوستالژی یعنی فکر کردن به گذشته. خب میگه که خیلی وقت بود این نیفتاده بود، من دوست دارم باهات حرف بزنم اما نمیتونم، پس ترجیح میدم هیچی نگم. زیپ زده در دهنش، ما هم یه قفل میزنیم سرش. دوستان خب بریم ببینیم که خب در هم عالم هپروت خودش ترجیح میده فکر کنه. میگه که من خیلی مشکل دارم و استرس در کار و اینکه احتیاج به مشکل بیشتر ندارم. در واقع شما براش یک مشکل بیشتر هستید. هر دم از این باغ بری میرسه. خب دیگه توجه کنید دوستان، فقط پس همون تو ذهن خودش، تو خیال خودش، در عالم هپروت خودش ترجیح میده گهگداری به شما فکر کنه و یا از نظر عمل کاری انجام نمیده. و همیشه ببینید اون کسی که شما ارجحیت زندگیتون ممکن هست بوده باشه، حتی این قطب مذکر ممکن هستش که مادری باشه، پدری باشه، دوستی باشه، رفیقی باشه، هر کسی ممکن هست باشه. اونجایی که شما برای ارجحیت زندگیتون بوده، این شخص داره میبینین که شما اونجایی که کارش هست، دیگران هستن، شما آخرین موردی هست که اگر وقت بود، اگر شد، من انجام میدم، برای که فقط در فکر و خاطرم هستی. تازه اونم از من تشکر کن که من بهت فکر میکنم. خب بریم دست بوسش بزن. خب ببینیم شخص مورد نظر شما چه پیامی برای شما داره دوستان عزیز. اوکی با تو در زورش بودن، من خیلی دوست دارم، بهش فکر میکنم و آرزو دارم که این مسئله انجام بشه و این یک احتیاج هستش که این مسئله رو من با تو رسمی کنم برای یک ازدواج، یک رابطه آزاد و خوشبخت بودن با هم. اوکی ببینیم دو تا کارت بکشم کارت هایی که کشیدم، ببینیم که فرشتگان مقرب چه پیامی برای شما دارن. اعتماد به خودت، اعتماد داشته باش، تو شخص بسیار مهمی هستی، پس بنابراین یاد بگیر که اعتماد داشته باشی. تو بهتر از هر شخصی میدونی چه چیزی برای تو خوب هستش و چه چیزی برای تو خوب نیستش. خب پس اینکه به خودت ایمان داشته باش، منم به تو ایمان دارم، با خودت انعطاف پذیر باش، نرمش داشته باش، صبور باش و درک کن، یادت باشه که تو بهترین دوست خودت هستی. و اما ببینیم که عزیزان از دست رفته چه صورت شفا. قدرت ما محدود هستش، یک سری از ما نمیتونیم خواسته های تو رو برآورده کنیم، اما تو میتونی از آرکانج میکائیل و رافائل بخوای که ازت حمایت کنن در این امتحان و همچنین از خدا. نگران نباش، من به هر صورتی که هست کمکت خواهم کرد. روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. دوستان عزیز، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار.